با شما هستیم در بخش حال شما. امروز در مورد غذاهای چرب صحبت می کنیم که نقش این غذاها بر بدن ما چی هست و آیا غذای چرب ضرر داره بر بدن یا نه. منتظر سوالات شما هم هستیم. با 8656 میتونین تماس بگیرین و مهمان ما هم در این بخش دکتر ظاهر رودوال هستن، متخصص تغذیه. سلام، صبح بخیر، خوش اومدید. سلام خدمت شما همکارای تکنیکی و بیننده محترم تلویزیونی طلوع. بسیار خوش آمدید دکتر صبح. صبحتان بخیر. از دعوتتان. زمانی که از غذای چرب صحبت میکنیم، به کدام غذا غذای چرب ما میگیم و غذای چرب خودش چی است؟ غذای چرب او غذایی است که بیشتر حاوی شحمیات یا روغن باشه. بله. و شما میدانید که چون بحث ما سر تغذیه است، افراط و تفریط، کم خوری و پرخوری، اردوش به نام سوی تغذیات میشه. شما میتونه که یک گلاس آب بسیار با آسانی بله بکنید، بخورین، ولی بله کردن یک قاشق روغن کمی مشکل تر است. پس غذاها هر چیزی در یک حد تناسب، یک نسبت قابل قبول است. زمانی که ما غذاهای چرب صحبت میکنیم، او غذایی است که بیشتر سرخ شده و یا بیشتر روغن داره. که هر غذایی که شحمش یا روغنش از حد و اندازه عبور میکنه، طبیعتاً که مضر به صحت و سلامتی تمام میشه. خب همونطور که شما خودتون هم اشاره کردین، کم استفاده کردن هم میتونه مشکل ساز باشه، زیاد استفاده کردن هم مشکل ساز است. اما اندازه تعادلی که یک خانواده با یا یک فرد در طول یک روز باید روغن استفاده کنه چقدر است؟ تقریباً 30 میلی لیتر روغن در یک خانواده میتونه که کفایت بکنه. ولی میایم سر زبی که روغن نظر به سنین فرق میکنه. ما وقتی که یک کسی که کارهای شاقه میکنه، یک کسی که بیل میزنه، یک کسی که قلبه میکنه، یک کسی که کار فیزیکی و دیوری میکنه، او رو باید با خود مقایسه نکنیم. شما میشه با این کسایی که روبرو شدی میگه برای من یک غذای تهیه کن که کمی رودای من خشک از چرب شود. ولی یک کسی که زیر سایه درخت شیشته، زیر پشت میز شیشته، او میگه از روغن بد میبرم. این ارتباط میگیره به مصرف و فعالیت فیزیکی. دو کاتگوری که به غذای چرب نسبتا ضرورت دارن، اطفالی هستن که معدهشان خرد است و انرژی بیشتر برنشون مایع خود ضرورت دارن، و به اصطلاح کاریگرایی هستن که کارهای ثقیل فیزیکی سپورتمنایی که دوش میکنن و انرژی بیشتر ضرورت میکنن. چرا که یک گرم پروتئین و یک گرم کربوهیدرات 4 کیلو کالوری انرژی تولید میکنه، اما یک گرم شحم 9 کیلو کالوری تولید میکنه. پس حجمش کم، کیفیتش بالا، اما اگر از حد و اندازه زیاد استفاده شود، خصوصا تکلیف قلبی که رگای شیرانی قلب و دماغ و سایر وجود منگ میزنه و تنگ میسازه و زمینه عبور و مرور خون مختل میسازه. پس که خون عبور و مرور نکرد، اکسیژن انتقال نمیکنه، اکسیژن انتقال نکرد، انرژی تولید نمیکنه، انرژی تولید نکرد، اصلا بقا و حیاتت موجود نیست. بله دکتر صاحب، غذاهای مضر میشه نام بگیرین و چربی های مضر کدام ها بوده میتونه؟ از نقطه نظر چربی ما دو نوع چربی داریم. بله. یکی چربی های مفید، منابع نباتی، پسته، بادام، زغر، کنجد و به اصطلاح گل هفتاپرست و تا پنبه‌دانه. اینا خصوص و یک دیگه چربی که چربی بحری از منابع روغن‌های مایی هستند. اینی چربی هایی هستند که امیگا 3 و امیگا 6 داره و اینا بر قلب و دماغ بسیار مفید هستند. اما چربی هایی که مضر هستند، مسکه و دنبه، گوشت گاوه کلان خصوصا از گوشتای یک موضوع دیگر هم یاله که تو پیام گذاشتن در رابطه با این روغن ها. بعضی کسا مثلا روغن کنجد و یگان روغن دیگر هم روغن زرد، روغن زرد همه طور میخورن، مثل که مثلا آب می نوشن. این همه قسم این ضرر داره برشان؟ یک چیز برتون میگم که یک وقت ما در غزنی کار میکردم. بلد. و ما در کلینیک کار میکردم. اینا یک شب جمعه برای ما همین نان آوردن و به خود آوردن. شما شاید برای شما ایتو میگم که من یک لقمه نان زیر خورده نتانستم، ولی او خودش کارگر بود، روز 6-7 جیر زمین قلبه میکرد. ما دیدم که تمامی کاسه را نوش جان کرد. ما گفتم چطور؟ گفت ما کار میکنم تو کار کردن بهتر، چون ما در پشت میز شیشته بودم، او فعالیت فیزیکی میکنه. این نظر به ایست که تو چقدر مصرف داری. و از جانب دیگه همی که در سابق مادرها را روغن گاوی میدادن،
نقش از چی بود؟ این بود که ویتامین ای داره. ویتامین ای در ساختن گاما گلوبولین مقاومت وجود ترمیم تخریبات دوباره نقش داره. پس اگر ما از یا استفاده میکنیم، خصوصا طفلا و جوانا اگر از این استفاده میکنه مشکل نداره، ولی بعد از سن 40 استفاده از این منابع سبب تصلب شراین یا تنگ شدن رگهایش میشه که باید متوجه صحت و سلامتی باشه، از این استفاده نکنه. ولی وقتی که ما نمیخوریم، ما نباید اطفال خانمایی را که شیر میتن حامل هستن و این انرژی بیشتر تولید میکنه اونا رو محروم بسازیم. دکتر صاحب میگن که خوردن غذای چرب در افسردگی نقش داره، به نظر تو نقش داره یا خیر؟ به خاطر اینکه هر عاملی که صحت و سلامتی شخص متضرر بسازه خفه میشه و خفگان جزی از افسردگی است. متوجه هستین؟ شما وقتی که یک سیب میخورین بسیار متفرش میباشین، اما یک غذای تخمی را که میخورین بر چند لحظه گنگس میشین. این گنگسیت به این معنی که خوشیتان بر موقعت میگیره، میگیره برای زیکی. ولی اگر یک کسی که فعالیت فیزیکی میکنه او رو ما یک غذای چرب میتیم، یک شروع چرب برش میتیم، میگه خانه تا باد امی خستگی مرا رفع ساختیم. خصوصا دهقانا، دهقانای ما که اونا در پشت قربه هستن و کار فیزیکی میکنن و او کسایی که روزمره دیاری میکنن و مزورکاری میکنن اونا به غذای روغنی ضرورت دارن. ولی مردم هایی که در پشت میسیشتن فعالیت فیزیکی ندارن، تحرکیت ندارن، حتی پیاده روی نمیکنن، اونا باید از غذای کم چرب استفاده کنن و چربیشان هم باید منبع نباتی داشته باشه، نه منبع حیوانی داشته باشه. این روغن زرد که میگوت عمو مردم های روغن زرد بودن که عمو کارای ثقیل انجام میداد، نه ما مردم که در پشت میز شیشته باشه. حالا کس که روبرو میشه میگه ما از مادری هستی که روغن زرد هستی خوده. که آدم های روغن زرد است. بله، چون خود ولادت یک کار شاق بچه... است. بله. و کار شاق است و تخریب وجود صورت میگره و انرژی بیشتر ضایع میشه. پس برای اعاده انرژی و برای ساختن دوباره مقاومت وجود و برای ترمیم انساجی که تخریب شده با ویتامینی و روغن زرد ضرورت است. خب بله. دکتر سبم تو همونطور که شما گفتین روغن با منابع نباتی گزینه خوبی هست. بله. اما روغنایی که حالا خانواده‌ها به خانه استفاده میکنن کاتگوری‌های مختلف داره، تقسیم بندی‌های متفاوت داره، کدام روغن خوب است؟ یعنی روغن زیتون خوب است، روغن آفتاب پرست خوب است، یا روغن‌های دیگه که به بازار هست؟ میایم که در منطقه چی پیدا میشه، میایم که مردم چقدر پول داره، مردم چقدر امکانات داره، چقدر دسترسی داره. او که میگه دشوار نمیموند و دوای ملکی میکنه، او بیچاره خریدن یک روغن عادی رو نداره، اما روغن زیتون که 11 صدر پس اگر باشه بهترین گوزن روغن زیتون است. بعدن روغن پسته طلایی است و بهترین دیگه روغن زغر و کنجد است. ولی متاسفانه که ما دسترسی به اینا داریم. ما که شخصا دکتر هستم، اگر در اختیار ما قرار بگیره استفاده ما از زیتون، زغر و کنجد خواهد باشه، به خاطر اینکه بسیار نقش در صحت و سلامتی فامیل و شخص خود ما داره. بله دکتر صاحب، اگر ما بخوایم نخوایم دست خود گرفتن نمیتونیم، مجبور هستیم که یکم جای از این غذای چرب باید استفاده بکنیم. پس از خوردن همین غذای چرب چی بخوریم که همون سنگینیش از بین ببرم؟ دوغ وطنی، رومی بانجان تازه، بادرنگ، ولیمو، اینا مثل که همون تو تیزاب به صلاح باز جاها رو پاک میکنه، برطرف میکنه، کثافت و لکره. خود چربی رو هم همی به صلاح مخلوطی از ماست و بانجان رومی و لیمو دوغام نقش خدا بازی میکنه تقریبا، به خاطر اینکه پس هوا گرم شده دیگه ویتامین سی داره، شستشو میکنه، شلون بی باید بخوره، بعد بهترین چیزی از برش بخورید، هیچ اصلا احساس نمیکنید. بله ردش عصبی و بهترین چیزی برش لیمو است که چربی از بین میبره. و کسایی که کاملا پرهیز میکنن، زیادتر غذاهای آب پز میخورن، این افراد هم یعنی که کار درستی میکنن یا نادرست؟ ما پیشترم برای میان سالی قرار دارن، هیچ نقطه تباوت شما در دنیای دیگه که برین ولو اگه شکر هم است پرهیز نمیت تماما، حدش کم میکنه. چرا؟ وجود ضرورت داره. با می نمک پرهیز مطلقش ضرورت نیست. روغن مطلق چرا انرژی تولید میکنه؟ نمک در فعالیت عصبی رول داره، در فشار رول داره، تنظیمش، افراط تفریطش مشکلات خلق میکنه. ولی ما یگان تا میگم مطلق چیزی رو نخو که نخوره، وجود از با کمبودش مواجه میشه، کمبودش مواجه شدنش خودش تولید مرض میکنه. پس این گزینه خوب نیست. دکتر صاحب، یک تعداد به این باور هستند که میگن غذای چرب اعتیاد آور هستند. آیا این باور تا چه حد به نظرتان درست است؟ چطور اعتیاد؟ اعتیاد به بار میاره. یعنی با کدام مواد؟ به این غذای چربی که مثلا میخورن میگن که اعتیاد آور است. آیا اعتیاد آور است نیست؟ یک عادت میشن. بله. ولی متوجه باشین که این کسایی که
غذای زیاد ما یکی از دوستم است مشنوسمش که حیاتات خود از زده داده این روزمره یکی دو غوری برنج میخورد همراه چند دانه تخم اما سکته قلبی جانش گرفت پس او تجارتی که توانش از فایدهش زیاد باشه باید نکنه غذاهایی که به صحت و سلامتی ما ضرر برسانه عمر ما رو کوتاه بسازه از پیشش باید دوری بکنیم بله. تشکر دکتر سرازی که امروز تشریف آوردین روز خوب براتون میخوایم برنامه تکرار داره شما میتونین بخش های مختلف برنامه را در یوتیوب هم تماشا کنین اگر نتونستین در یوتیوب ببینین هر شب 11:30 الی 12:30 شب تکرار برنامه را میتونین تماشا کنین حال وقفه میگیریم و پس از وقفه برمیگردیم در بخش چهره ها و مهمان ما هم آقای ولید تمیم هستن رئیس عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع وقفه بله. میگیریم